هر اتحاد و یا هر ائتلافی بدون نیروهای طرفداران نظام پادشاهی یا دور زدن آنها، عاقبت آنها را در دامن همین حکومت اسلامی فرود میاره. و این خواسته رادیو تلویزیون ها، مدیران تلویزیون، همین پنجتن در خارج و به طور کلی سروشی ها و کروبی ها و این دار و دسته سبز های گوناگون شال سیدی و نمیدونم از این گونه مسائل هستن. هموطن فراموش نکنیم که ما همگی قربانی همین حکومت جهل و جنون اسلامی هستیم که افرادی مثل شماها در به قدرت رسوندن این آدمخواران از هیچ کمکی دریغ نکردید و بی گفتگو قربانی بزرگ این انقلاب شکوهمند اسلامی همین شماهایی هستید که از روز نخست نیروهای نظام پادشاهی که بزرگترین قربانیان این نظام بودند و هستند و امروز هم 30 و چند سال این کینه های کثافت شما، این حسد ورزی های شما که این رژیم رو روی کار آورد، دست از این کینه و حسد ورزی بر نمی دارید، اما دوزاریتون نیفتاده که بدون نیروهای طرفداران نظام پادشاهی یک ارزن یک قطره آب در اقیانوس است. بنابراین برای جبران اندکی از جفای بی همتایتان به ایران و ایرانی، جا داره برای نجات ایران از ایلغار حکومت اسلامی با نیروهای جدی مخالف با این حکومت متحد بشید تا یک در یک حرکت مسلحانه مسالمت جویانه با نافرمانی ملی و مدنی، مقاومت ملی و مدنی در مقابل این رژیم در همه عرصه ها گلوگاه های حکومت اسلامی رو تنگ کنیم و خفش کنیم و کارش رو تمام کنیم. این اولین قدمی است که هر نیرو و شخصیتی باید اون رو انجام بده. در پایان مایل هستم خوشحالی خودم رو پنهان نکنم که شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه های اخیرش حجت رو بر همگان تمام کردن و خودشان پیش قدم شدن تا در فقدان یک آلترناتیو نیرومند سخنگوی جنبش شکوهمند ملی ایران در امروز و همچنین در فردای سرنگونی حکومت اسلامی و خلع قدرت رهبری و سخنگویی و پرچمداری جنبش را به عهده بگیرند. شاهزاده‌ای که معتقد است در فردای سرنگونی حکومت اسلامی اگر در رفراندوم نوع نظام ملت ایران نظام جمهوری هم مردم رأی بدهند، به بیش از 80% از خواسته های خودش رسیده. آیا ذره ای از این آزادی خواهی شاهزاده در دل و جان همه کسانی که امروز مدعی آزادی خواهی هستند می جوشد؟ اگر آری، پس این چنین انشاها و اتحادی های کذایی چه معنی دارد و دوباره فروزنده ها و نوری علاها و اینها و انزاها و سیاه بازی ها و نوری زاده بیایی دستای هم دیگر رو بگیریم. میریم روی خط یک با جناب آقای مهندس شکیب یک طرحی رو پیشنهاد کردن و دیروز به سبب اشکالات فنی این امر پیش نیامد صحبتهایی داشته باشیم و باز هم تکرار میکنم آقای شجره مناظرهی میخواهید که سودمند و بهرمند باشه، اون برقه رو بگید که برای اون کسی که ما رو چیز کرده بود رو به من بدن. میکروفون رو بر. دوستان ما تمام برنامه های من در یوتیوب آرشیو میشه در سایت آریا مهر تو و بلا فاصله بعد از 24 ساعت اونجا میره. امروز مهندس فنی برنامه به من اطلاع داد برنامه جانویه 14 من که در 8 قسمت تدوین شده بود و بر روی سایت گذاشته شده بود، قسمت A و B اون که من برگشتم و گفتم مهم نیست شاهزاده کجا برند و در چه رسانه‌ای حضور به هم برسونند، برای من سعید سکویی مهم مطالب ایشون، متن صحبت های ایشون، احترام به ایشون و دنبال کردن خواسته های ایشونه. این دوتا کلیپ رو یک نفر به نام آرت گالری آرت گالری اینا را رفته و در آورده.
یک بار دیگه این کار رو بکنید، با اینکه من ویدیوهای شما رو میذارم، به قانون و به دادگاه میکشونم و محکم باهاتون میجنگم. دیگه از این غلط ها نکنید، چون من میدانم چرا این کار رو کردید، به جهت اینکه ما در کمال خلوص نیت جلوی اون توطئه کسانی که میخواستن تلویزیون آریامهر رو رو در رو کنند با شخصیتی که جز مهر و عطوفت و جز عشق به ایران کار دیگری نکرده رو، اونو حذفش بکنید. با یوتیوب، با وکیلمون و با که وکیل یوتیوب در تماس هستیم که دیگه این حرکت ادامه پیدا نکنه و آر بی آرت گالری دیگه از این غلطهای زیادی نکن، به جهت اینکه شدیداً جلوتون خواهیم ایستاد. آر بی آرت گالری نمبر 1، چرا این کارو کردید؟ به کجا تعلق دارید این کارو میکنید؟ من که دارم اکثر ویدیو کلیپ های شما رو میگذارم. چرا جیب کفشتونه؟ مگه در اون دوتا کلیپی که ورداشتید رفتید شکایت کردید در آوردید، سعید سکویی جز مهر و محبت به شاهزاده کار دیگری کرد؟ توقع داشتید بیایم اینجا وحشی بشم و سر و صدا را بندازم و در اون کیاسی که رادیو تلویزیون های دیگر ایجاد کردن شرکت کنم؟ من بسیار از شما زرنگتر، هوشیارتر و تیزهوشتر هستم. هر کی پشت این قضیه باشه پیداش میکنم و بهتون گفتم من برای آزادی کشورم نه به کسی باج میدم، نه اجازه میدم کسی به کارهای ما بخواد صدمه بزنه. جناب خسرو، مهندس خسرو شکیب عزیز، با پوزش از تأخیر یک ساعته در خدمتتون هستم. عرض ادب دارم خدمت. جناب دکتر سکویی، با درود به جناب عالی، امیدوارم خسته نباشید. برنامه شما رو بنده نگاه میکردم. با درود به تمام هموطنان عزیز در هر کجای دنیا و هر کجا که صدای ما رو میشنم و سیمای شما رو میبینم. عکس آقای شکیب رو بذارید. قبل از هر مسئله بحثی براتون برسونم که همراه و همراز جناب عالی هستم و من هم میگویم مرگ بر جمهوری اسلامی، درود به شما، زنده باد قیام جوانان ایران و مردم ایران، درود بر روح پرفتوح محمد رضا شاه پهلوی، درود بر روح پرفتوح رضا شاه بزرگ و با عرض ارادت به افکار آزادی خواهانه شاهزاده رضا پهلوی که در صحبت‌های چند روز گذشته ثابت کردند که برتر از همه و در تاروک مبارزات دموکراسی برای ایران می‌درخشند و می‌جنگند و ای کاش مخالفین هم با انصاف باشند و با انصاف داوری کنند و با انصاف این مسائل رو انجام بدند که شاید زودتر از شر این ملاها ما خلاص بشیم. اما با تشکر از جناب علی به خاطر چند لحظه‌ای رو که به من، یا چند دقیقه‌ای رو که به من لطف فرمایید، همونطور که دیروز صبح من در ابتدای ساکن با جناب علی مشورت کردم، مانند تمام افکار یا عقاید دیگری که من ارائه میدم، همیشه با جناب علی شما شاهد هستید که من با شما مشورت میکنم و همونطور که با دیگران با جناب علی مشورت میکنم که ما بتونیم این کارها رو با نظر یک طرفه و یک تنه نداشته باشیم. من بعد از اینکه برنامه پرزیدنت کلینتون و برنامه بوش رو که به دعوت پرزیدنت اوباما در کاخ سفید با یک رپورتر امریکایی پخش می شد ملاحظه کردم که اونها درخواست کمک از ملت امریکا کردند برای زلزله زدگان، ارزم بزرگتون که همه اطلاع دارید، هایتی که 200,000 نفر کشته شدند و میلیون ها نفر بی خانمان شدند. من بر این عقیده شدم که شاید لازم است و شاید درست باشد که ملت ایران به این دعوت پاسخ بدهد. ملت ایران که خارج از ایران هستند، در تبعید یا در اروپا، در امریکا، در هر کجا که هستند، به این دعوت ازم بزرگتون که لبیک بگویم بیاییم و با وکلامون صحبت کردیم و قرار بر این است برای که امید FBI تمام این مسئله
پرچم بیاریم، به صورت قانونی یک حسابی رو باز بکنیم که این حساب یک کاستکان باشه، بسیم بیافتیم در بانک امریکا باز بکنیم و از چند نفر از سازنداران و سیاسیون مملکت و فرهیختگان مثل خود جناب علی و اولین دیگری که دستان در کار اتکارهای رسانه تلویزیونی و یا رادیویی یا روزنامه‌ای هستند و یا از هر کسی که مایل باشه که بر این